حالا من اکتفا میکنم به روایاتی که در کتب مخالفین آمده و بعدش ان شاء الله العزیز در بر موقف شیعه که واضح و آشکار هست اون چیز. این کتاب ینابیع المودة، بله ینابیع المودة، نوشته مرحوم شیخ سلیمان قندوزی، طبع مؤسسه العالمی للمطبوعات که در سال 1430 چاپ شده و ایشان قاضی القضات عثمانی های ترکیه بودند در قسطنطنیه، بله، و از علمای عامه بودند. ایشان در این کتاب خود در باب السابع والثلاثون فی تفسیر قومه و من یسلم وجهه الى الله وهو محسن، در اینجا آیه آورده، روایتی آورده، و فی التفسیر لتسألن یومئذ عن النعیم. ابو نعیم حافظ، حافظ ابو نعیم اصفهانی، از اکابر محدثین جماعت عمریه و بکریه، و کتابهای او مانند معرفت الصحابه، کتابهای او مانند حلیه الاولیا، اینها از متون اصلی روایی جماعت عمریه و بکریه هست. ابو نعیم حافظ به سند خود از امام صادق سلام الله علیه روایت کرده، فی هذه الآیه النعیم ولایه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت شما را از نعیم حساب میگیرن، این نعیم چه چیزی هست؟ این نعیم اون نعمت خیلی عظیم، اون نعمت عظیم اون لباس نیست، اون غذایی که میخورید نیست، اون بقیه چیزان، اون نعمت، نعمت عظیم که خداوند در بارش در قرآن کریم فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اون نعمت عظیمی که باعث اکمال دین شد و باعث رضای رب العالمین از این دین شد، او ولایت کیست؟ ولایت سرور ما و سید ما و سرور و سید اهل زمین و آسمان امیر المؤمنین علیه السلام. ایضا الحاکم ابن احمد البیحقی، حاکم ابن احمد البیحقی این چنین گفته، حدثنا محمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا ابو ذكوان القاسم بن اسماعيل حدثني ابراهيم بن العباس الصولي الكاتب بالاهواز سنه 27 و 200، گفت که این ابراهیم بن عباس گفت که ما در سال 227 در اهواز بودیم، كنا يوما بين يدي علي بن موسى الرضا سلام الله عليهما و آلهما، آن یک روزی در خدمت حضرت امام هشتم حضرت ثامن الحجاج بودیم سلام الله علیه. اینها علمای عمریه هستند. شما میدانید که حضرت امام رضا علیه السلام در سفرشان وقتی که از مدینه به سوی مرو و خراسان رفتند، در هر جا که میرفتند علمای عمریه دور ایشان را میگرفتند که شما برای ما از جدتان حدیث بگویید، از علم شما استفاده بکنیم. و اون ایام اواخر قرن دوم هجری و اوائل قرن سوم هجری، اون زمان زمان تدوین حدیث بود در بین جماعت عمریه و بکریه، و اون زمان همون زمانی بود که بله بخاری کتاب جامع صغیر خود را، مسلم کتاب صحیح خود را، بقیه اینها کتب خود را در اون زمان تألیف می کردند و می نوشند، در همون سالها نوشته شده این کتاب ها. اون زمان اوج حدیث نویسی بود بین جماعت عمریه و بکریه، و مردم هر جا سفر میکردن که چون احادیث همه پراکنده بود و هر کی کسی یک مقدار حدیثی داشت، و مردم تلاش میکردن که از اون علمایی که خوشنامتر هستن، پاکتر هستن، خوبتر هستن، بران پیش اونها که اونها چی حدیثی دارن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و همین زمان بود که علم اسناد بین اینها رائج شد، یعنی علم اسناد سابقا ذکر کردن روایات نبود. شما موطأ مالک را ببینید، موطأ مالک همگیش میگه بلغنی، سند را ذکر نمیکنه، مالک همگیش بلغنی فلان، بلغنی فلان، بلغنی فلان، زهری همش میگه بلغنی فلان، بلغنی، بلغنی، حسن بصری بلغنی، سابق بین اینها اسناد نبود. وقتی که بین اینها دروغ گفتن خیلی زیاد شد، احادیث شاخدار دروغ بین اینها زیاد شد، بنی عباس اینها را مجبور کردن، و این خودش یک بحث خیلی وسیعی هست که این علم اسناد اینها اولا نبود. این در قرن دوم و سوم هجری در زمان بنی عباس که هر کسی حدیث نقل میکند باید سندش را ذکر کند، اون زمان این چنین شروع شد. علی کل حال بینندگان محترم،
علمای عمریه می آمدن پیش امام رضا علیه السلام به خاطر اینکه ایشان از خانواده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از ذریه طیبه و طاهره ایشان هستند و جماعت عمریه خوب روایات و احادیث زیاد داشتند بر محبت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام و بر طهارت اینها و بر وجوب طاعت از اینها حدیث ثقلین علما اینها می دانستند و در آن زمان روایات خیلی بیشتر بوده از حالا، یعنی وقتی که انسان حالا در احادیث مراجعه می کند روایاتی که مفقود شده احادیثی که از بین رفته حالا در دائره جماعت عمریه، جماعت عمریه که دشمن هم که نداشتن، شیعیان که در اقلیت بودن، کتاب خانه های ما آتش زده شد، علمای ما شهید شدن، علمای ما از ترس نمی توانستن از تقیه کتاب بنویسن و اگر کتاب می نوشتن پنهانی در زیر چاه اون رو پنهان می کردن تا کسی پیدا بشه اون رو از روی اون زود استنساخ بکنه بعد دوباره اون رو زیر زمین در زمین دفن بکنن. خب ما که در اقلیت بودیم همیشه زیر شمشیر قتل عام و غیره بودیم، اما این جماعت این چنین نبودن. اما به خاطر همین تعصب اینها و به خاطر دشمنی اینها با اهل بیت علیهم السلام خیلی از روایات زیاد از عمریه از دست رفته و از بین رفته. کتاب مثلا کتاب مناقب بیهقی، کتاب مناقب و فضائل بیهقی این 10 مجلد بوده که در اونجا چقدر مناقب اهل بیت علیهم السلام بوده دیگه حالا این در دست نیست. همین کتاب بیهقی که صاحب سنن کبرا هست این را از بین برده ان جماعت عمریه و بکریه و کتاب های خیلی دیگر که در فضل اهل بیت علیهم السلام بوده. کتاب که مجلد خیلی وخیم، 2 مجلد خیلی وخیمی که خود ذهبی میگوید که ابن جرير الطبري کتاب تفسیر جامع البيان و کتاب صاحب کتاب تفسیر الطبري من دیدم از ایشان و یک کتاب دیگر در حدیث الطير در اسناد حدیث الطير نوشته ابن جرير الطبري. خب که اون را ابن كثير در البدايه و النهايه ذکر کرده. ابن عقده کتاب داشته در مناقب امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، جوهری کتاب از سقیفت و وفدک. خب اینها کتاب های خیلی اصلی بوده که در این کتاب ها خیلی مطالب بوده و اینها از اجله علمای جماعت عمری هستند. کتاب های اینها را مفقود کردن از بین رفتن که خود بینندگان محترم من ذهبی در ترجمه شافعی در سیر اعلام النبلا شاید قبلا هم برای شما خواندم که میگوید وظیفه علما هست که احادیث را پنهان بکنن از مردم، اون احادیثی که در آنها چی هست، در آنها قلب مردم نسبت به خلفا نسبت به صحابه دل سرد میشود، اینها باید پنهان بشود. حتی علما باید از هم دیگر پنهان بکنن و اینها باید از به کلی از بین برود. خب به همین این تنها خود قول ذهبی که نیست، روش تمام علما اینها همین بوده. حاکم نیشابوری در کتاب فضائل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در مقدمهش میگوید که من در عصری قرار گرفتم که مردم به حکام وقت تقرب میجویند با بغض اهل بیت علیهم السلام. میگوید زمانه این چنینه که اصلا کسی که میخواد قریب بشود پیش حاکم، پیش حکام وقت، فرمان روایان وقت، پادشاه، وزیر، فرمان روا، استاندار، بله راه تقربش چیست؟ که اشیائی را که خداوند متعال اهل بیت علیهم السلام را از اونها منزه فرموده و اونها را از اونها تطهیر فرموده به اونها نسبت بدن، فضائلشان را کتمان بکنن، مناقب دشمنان ایشان را ترویج بدهن. خب بینندگاه و اختی که همین صدها سال این جریان ادامه یافته واضح و آشکار هست که احادیث و روایات از هر دو جانب مفقود بشود، از جانب فضائل اهل بیت علیهم السلام و از جانب مطائن خلفا. علی کل حال دور رفتیم. خب این مشایخ عمریه آمدن دور امام رضا علیه السلام